طالبان میگوید گروهی که در حملات علیه شیعیان در هرات دست داشتند بازداشت کرده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات میگوید که یک گروهی از فتنه‌گرا و اخلالگرهای امنیت مردم که در حملات علیه شیعیان و هزارها دست داشتند بازداشت شده است. سخنگوی والی طالبان در هرات روز شنبه 12 جوزا با نشر یک نوار ویدیویی گفته است که این گروه در 8 ماه گذشته چندین حمله مرگبار را علیه شیعیان در این ولایت انجام داده بود. او گفته است که این گروه از جمله مسئول حمله 10 ثور سال جاری خورشیدی بر نمازگزاران شیعه و هزارت در مسجد امام زمان شهرک مهدیه ولسوالی گذره ولایتی هرات است. آقای الیاس میگوید که نیروهای طالبان از نزد این افراد یک واسکت انفجاری، یک وسیله نقلیه و چند میل اسلحه به دست آورده است. سخنگوی والی طالبان جزئیات در مورد تعداد افراد بازداشت شده و هویت آنان ارائه نمی کند. بر اساس گزارش منابع محلی در تیراندازی این افراد 6 نفر شامل 4 مرد، 1 زن و 1 کودک کشته شدند. شیخ جاوید امام جماعت این مسجد نیز در میان کشته شدگان بود. گروه داعش مسئولیت این حمله و شمار دیگر از حملات علیه شیعیان و هزارها را در هرات به عهده گرفته است. حمله بر نمازگزاران شیعه در هرات با واکنش های گسترده کشورها و نهادهای بین المللی مواجه شد. بسیاری از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر در واکنش های خود حملات علیه شیعه و هزارها را هدفمند دانسته و خواستار حفاظت از آنان شده است.